رهبران و در واقع مدیران سازمان ها و حتی در واقع سازمان های سیاسیش کشورها وقتی سال موفقیت آمیزی رو پشت سر گذاشته باشن، مثلا رشد اقتصادی خوب در اون کشور حاصل شده باشه، شروع میکنن به برشمردن تصمیمات درخشانی که گرفتند، برنامه هایی که در واقع تدوین کردند و خب انتظار دارند که به ما بقبولونن که موفقیت این شرکت یا این کشوری مؤسسه این سازمان در نتیجه زحمات اونها، برنامه‌ریزی های اونها و تلاش های شبانه روزی اونها بوده. یک مدیر عامل، یک عضو هیئت مدیره و حتی مدیران میانی معمولا تلاششون بر اینه. حالا اگر سال موفقیت آمیزی رو نداشتن، گزارش ها که از اینه که ما درگیر تحریم بودیم، مواد اولیه به دست ما نمی رسید، خیلی گرون می رسید، دلار گرون شد، مثلا تامین کننده ها بازی در آوردن برامون، مشتری ها پول ما رو به موقع ندادن و ده ها دلیل دیگه. این در سطح سازمان و در سطح کشور هم که خب میدونیم چه بهانه هایی معمولا جور میشه. به این خطا خطای خود خدمتی میگن. خب با خوش خدمتی اشتباه نگیرید، خود خدمتی. یعنی انسان ها عادت دارن یا علاقه مندن، اینطوری بگم شاید دقیق تر و درست تر باشه، علاقه مندند که وقتی به موفقیتی میرسن عوامل موفقیت رو ناشی از تلاش های خودشون بدونن و هر زمان شکستی حاصل میشه یا در واقع یک نقصی اتفاق میفته، مشکلی اتفاق میفته، اونو به عوامل بیرونی ربط بدن. عکس این قضیه هم وجود داره. زمانی که یه نفر دیگه جز شما به دستاوردی میرسه، میگیم اون که این کاره نبود، باباش پول داشت، اگه باباش پول نداشت، اگه فلان اتفاق نمیافتاد، اگه خوششانس نبود، عمرن اگه به این موفقیت میرسه. و همینطور اگه شکست بخوره، میگیم از اولش هم مشخص بود آدم بی عرضه‌ایه، از اولش هم مشخص بود که توانشو نداره. من خودم میدونستم مثلا برنامه هاش نامناسب بود، در واقع توان مدیریتی نداشت و ده ها آیتم دیگر رو میایم ردیف میکنیم تا موفقیت یک نفر رو به عوامل بیرونی ربط بدیم. دقیقا عکس اون حالتی که در مورد خودمون تو حالت موفقیت اتفاق میفته و شکست یک نفر رو به عوامل در واقع درونی و خوششانسیش در واقع ارتباط بدیم و بگیم که اون عامل در واقع شکست خودش بوده. این خطای خود خدمتی در بسیاری از جاها باعث میشه که ما نقص های خودمون رو، ایراد های خودمون رو نبینیم، چه در زندگی در واقع کسب و کاری، در سازمان ها، در شرکت ها، چه در سطح در واقع یک کشور. و زمانی که در بر این پاشنه بچرخه و این گونه مدیریت بشه، هیچ وقت اقدامات ریشه‌ای برای شناسایی عوامل اصلی که باعث شکست ما شدن رخ نخواهد داد. و اگر هم جای خوش شانسی برامون اتفاق افتاد و موفقیتی رخ داد، اینو چون به حساب خودمون میذاریم، هیچ وقت نمیریم دنبال این که اگر اون خوش شانسی برام رخ نمیداد ممکن بود ما الان کجا باشیم. به خطای خود خدمتی در بحث خطاهای شناختی باید خیلی دقیق باشیم. انسان دچار یه پدیده‌ای هست تحت عنوان توهم پیشبینی. بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنن که این توانمندی رو دارن که آینده رو پیش بینی کنن. بعضی از اونها خب به در واقع مسائل متافیزیکی و ماورایی در واقع متوسل میشن و پیش بینی خودشون از آینده انجام میدن و بعضی از اونها در دوران مدرن به اعداد و ارقام و روش‌های آماری و غیره. البته هدف من زیر سوال بردن مباحث آماری نیست. خواهم گفت منظور من چیه. بهترین کار برای اینکه مطمئن بشیم و یقین حاصل کنیم که پیشگوهای خوبی نیستیم و پیشبینهای خوبی نیستیم، پیشبینیهای ما بسیار خطا داره، نوشتنه. اگر یه بار تلاش کنید که 4-5 تا از پیشبینیهای خودتون رو نه از 10 سال آینده بلکه از 5-6 ماه آینده
بنویسید و در گوشه قرار بدید، بعد از 5-6 ماه مراجعه کنید بهش، میبینید که چقدر دچار خطا در پیش بینی آینده هستیم. ولی انسان ها کلن علاقمند هستن که بشنون پیش بینی آینده رو، و این علاقمندی باعث میشه که ما در اقتصاد، روزنامه های اقتصادی، مباحث اقتصادی، برنامه های تلویزیونی در حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، تو حوزه های در واقع آینده پژوهی و بحث های علمی و تکنولوژی، مدام در بمبارانی از پیشبینی های متخصصین امر هستیم که متاسفم که به حضورتون عرض کنم که بسیاری از اونها دچار خطاست. ولی خب انسان علاقمنده به این موضوع و نمیتونم دست برداره ازش. خوبه که ما بدونیم پیشگوهای خوبی نیستیم، بهتره که یک بار آزمون کنیم و بنویسیم پیشگویی های خودمون رو، پیش بینی های خودمون رو از آینده. 6 ماه آینده پیش بینی کنید که دلار چه قیمتی میشه، بنویسید. 6 ماه آینده پیش بینی کنید که وضعیت مثلا ملکی که توش زندگی میکنید چگونه خواهد شد. پیش بینی کنید که شاخص بورس تو چه عددی قرار خواهد گرفت و ده ها پیش بینی دیگه ای که همیشه فکر میکنیم خیلی دقیق و درست انجام میدیم. یه خطای شناختی خیلی مهمی هستش که خیلی وقت ازش غافل میشیم. دلیلش هم اینه که ما وقتی پیش بینی میکنیم و نمی نویسیم، خیلی وقت مغز ما سانسور میکنه اون موارد رو که اشتباه کردیم و مدام هی اصلاح میکنه. ولی اگه نوشته باشیم، به عنوان یه سند داشته باشیم، بعد از 6 ماه بهش مراجعه کنیم، میبینیم که چه گندی زدیم توی پیش بینی های خود.